بچه ها چطورین؟ اومدم یه خبر خیلی خوب بهتون بدم که خودم بابتش خیلی خوشحالم. دارم از خوشحالی دیوونه میشم. انقدر خوشحالم که حتی دلم نمیخواست وسایلا رو باز کنم و وسایلا که الان رسید دلم میخواد بیام دونه دونه اینجا باز کنم چون خیلی هیجان دارم. اگه یه ذره چیز زیادی معلوم نیست ولی اگه مثلا به این جزئیات یه ذره دقت کنید میفهمید که اوضاع از چه قراره و اینکه من خیلی خوشحالم چون که مدت ها بود دلم میخواست که یه دونه پتی بگیریم، خیلی دلم میخواست سگ بگیریم چون که دیگه اومدم الان کانادا، خب مثلا خیلی راحت ترم دیگه، هم بابت نگهداریش، همین که مثلا خونه ای که گرفتیم آپارتمان نیست، هاوس، البته که ربطی نداره، خیلی ها تو آپارتمان هم سگ نگم دارم ولی سگا خیلی گرون بودن، اون سگی که من میخواستم خیلی گرون بود، برای همین من دیدم باز تحمل ندارم. اون موقع هم میخواستم در کنار سگ گربه بگیرم ولی رفتم سراغ گربه ها و نه تنها یکی بلکه دوتا گربه گرفتم و قراره که فردا بریم بیاریمشون. یعنی حتما آخر این ویدیو با من باشید چون که آخرش قراره که ببینید که ما میریم گربه هامون رو بگیریم. حالا من یه سری قبل از اینکه بیام با مشورت مونس، چون که مونس اینا یه گربه دارن که اسمش پلوه، براش خیلی مثلا مختلفی گرفتن، یه سری چیزا رو با مشورت مونس گرفتم ولی بقیه چیزا رو خب طبق چیزایی که مثلا توی آمازون سرچ کردم و نظرایی که مردم داده بودن و چیزایی که خودم حالا از نزدیک دیدم خرید کردم، ولی از همه هیجان انگیزتر این بسته هایی که الان اینجا میبینم. خب بذار اینجا شروع کنیم. اولین چیزی که گرفتم براشون یه دونه از این شونه هاست که شونشون میکنی، ولی فرقش با شونه های جدید اینه که وقتی شونشون میکنی موهاشون این رو میمونه، این دکمه رو که اینجوری فشار میدید باعث میشه همه، میبینید چه باحاله، باعث میشه همه این پشما بیاد بیرون. من موقع که خرگوش داشتم از اینا داشتم ولی این دکمه رو نداشت، بعد هر وقت که میخواستم یه شونشون میکردم میخواستم پشماشون رو در بیارم پدرم در میومد، مجبور بودم یه چیز تیزی بندازم هی لای اینا یا جاربرقی رو لولهشو محکم بکنم اینجا که مثلا اینو چیز کنم. بعد این نظرم خیلی چیزه با حالیه. این اولین چیزی بود که خریدیم. بعد دومین چیز خیلی واسش هیجان دارم به خاطر اینکه فردا قراره بریم با اینا بچه ها رو بیاریم. این یه کیفی بود که من اینجا رفتم از نزدیک یه سری کیف دیدم، خب با من عاشق این جینگولک بازی حیوان ها، رفتم از نزدیک یه سری کیف و اینا نگاه کردم ولی خوشم نیمد. اینو توی آمازون دیدم که هم قیمتش خیلی خوب بود، همین که خیلی جادار و باحال بود و واقعا الان که اومده من اینو باز نکردم که همه رو با شما باز کنم، واقعا همون جوری نکن با کیفیت و خفنه. این شکلیه، خب یه کوله پشتیه، یه کوله پشتیه که اینا اینجا کولشه، وای خیلی باحاله، اینجاش بسته میشه، چقدرم بزرگه، یعنی قشنگ دوتاشون این تو جا میشن. اینجا مثلا جای چیزیه، اینو میذاریم زیرش که محکم باشه. من فهمیدم این چیه، پد و ایناست. از این ورم بسته میشه، او از نام داره که به کمرم فشار نیاد. فردا اینطوری میرم دنبالش. خیلی باحاله، خیلی خوشحالم. اینم از کیفشون. بعد این نمیدونم کدوم بستمونه که رسیده. ببینیم که این یکی چیه، از کدومی که وسایلشونه که اومده. من واقعا سعی کردم که وسیله اضافی نگیرم، یعنی وسیله های اولیه‌شون رو بگیرم، مثلا جای خوابشون، جای دستشوییشون، خاکشون، غذاشون و اینا. این چیزه، این خیلی باحاله، چقدر کوچولوه نسبت به عکسش. این مسواکه که براشون گرفتم، مسواک انگشتیه که در واقع نکنید چه بامزه است، شما انگشتتون رو میکنید تو این دهنشونو مسواک می‌زنید، خیلی باحاله. بعد اینو من برای این گرفتم چون همه‌شون یا پکای 10 تایی بودن یا پکای یه دونه‌ای بودن، این الان دو تاییه در واقع. این بعد یه دونه چیزم داره، یه دونه این شکلی موزم داره، خیلی باحاله. خیلی مسواک مسخره، اینه من برای چیه، ولی خوبیش اینه که اگه گازش بزنن مثلا خراب نمیشه دیگه، چیزی که حالا خودش از کیفیتش و اینا نوشته. وای خیلی هیجان دارم. یعنی چی میتونه باشه به نظرت؟ اینا چیزه، اینا پده، اینا رو برای زیرشون گرفتم چون که وقتی مثلا بیرونن الان فردا میخوام برم بیارم چیز باشه. این یه 20 تا دونه پده، مثلا میندازی اونجا که اگه دیشو پیپی کردن کثیف نشه دیگه، یا مثلا میبریشون پیش این دکتر دامپزشک اونو بندازی، مال خودتو بندازی که مثلا ترتمیز باشه. خب حتی میتونی اینجا نوشته، حتی میتونی زیر جای دستشوییشون هم بندازی، خاک رو این بریزی که مثلا حالا ظرفت هم کثیف نشه اینقدر خفن. این چیه به نظرت؟ چرا؟ خیلی عجیبه این.
واقعا. خب این خیلی سنگین بود، روشم نوشته که heavy caution، یعنی که caution heavy. من از این بردارم میکنم، یعنی به نظرم heavy caution درست تره. این خیلی چیزای دیگه هم توشه، یه چیز فقط نیست. وای عاشق سورپرایزم. میشه از این به بعد همه چیزای منو تو جعبه برام بفرستی؟ عاشق اینم که مثلا یه بسته بیاد. اصلا با اینکه خودم اینا رو سفارش دادم میدونم چیه، ولی وقتی بسته ها میان جلو در انقدر خوشحال میشم، نمیدونم چرا. این که اصلا یه فقط برای اینه گذاشتن که باکس رو پر کنه. خب یا علی، اینه که سنگینه. این واه چقدر سنگینه، من نمیتونم. این خاکشه، این خاکشه، نمیدونم چقدر گرفتم. 9 کیلوه، 10 کیلوه. اینه مدل اسلاید که ازش خیلی تعریف کرده بودن. این خیلی ازش تعریف کرده بودن تو آمازون. وای من از خیلی سنگینه، برای همین من خریدمش این ماه ببینم چه شکلیه. واقعا همون هست. این که الان میخوام بیارمش بیرون یا علی، ولی خودش جنبه دیگه است. خب این چیزش ها؟ مرسی. این دیگه از رو عکسش معلومه. اینم باز جزء، ببینید اینجا جای گربه ها. خب نمیدونم حالا تو ایرانم حتما هست، ولی یه چیز خیلی عجیبی که ما رفتیم خونه دوستمون دیدیم، من دیدم یه جعبه انقدی، یه مثلا گویی طوری فرض کنید، ولی دستگاه. خب خیلی عجیب بود. بعد اونا گربه داشتن، مثلا من ازشون روم نشد بپرسم مثلا این چیه که برای گربه هاتون خریدید، ولی وقتی داشتم برای جای دستشویشون سرچ میکردم دیدم اونا یه جای دستشویی برقیه که حالا نمیدونم، نمیدونم که میدونم، خودش وقتی اونا دستشویی میکردن مثلا خودش یهو خاکو فیلتر میکرد، دستشویی اینا رو از خاک جدا میکنه و خودش نمیدونم چیکار میکنه، بوی دستشوییشون میره. خب خیلی جینگل پینگل بود، خیلی گرون بود، یعنی حداقلش از 400 دلار شروع میشد، خیلی چیز گرونی بود. و خب من اصلا چون هیچ آشنایی باش ندارم و قبلا هم تو ایران اصلا از این چیزا ندیده بودم، فعلا ترجیح دادم که یه همچین هزینه‌ای نکنم. البته که هزینه‌شم نداشتم که بکنم، ولی ترجیح دادم اون هزینه رو نکنم و یه دونه از این معمولیاشو بگیرم. ولی فرق این باز مثلا با اون معمولیایی که اینجا تو پت شاپ ها میفروشن اینه که این خیلی باحاله، یعنی ظرفش زیرش این استیل توریه، استیلیه که خیلی خوب شسته میشه، بعد سنگینه، مثلا پلاستیکی نیست که گربه توش تکون بخوره، بعد جاش بزرگه چون که ما دوتا گربه داریم. و از همه مهمترش که برای من خیلی مهم بود اینه که اینو میبینید، این که جای خاکش مال خاکش و اینه، این میاد دورش. من اینو تو ایران نداشتم، باعث میشه که وقتی مثلا اگه خودشو میتکونه یا خاکو داره میزنه کنار، خاک نپاشه بیرون. خب و این ناگهان این شکلی میشه. این خیلی بر من جالب بود، برای همین من اینو سفارش دادم. حالا ایشالله که واقعا اندازه همون چیزی هم که سفارش دادیم خوب باشه. حالا دو تا چیز دیگهش مونده که حدس میزنم تو این باشه که براش خیلی هیجان دارم، اونم جای خوابشونه با اون یکی جای خوابشون که تو حال قراره بذاریم. و احساس بکنم دوتاش این توه. اوکی. بسته بندی آمازون خیلی باحاله. فکر کنم اینجای خواب، اون جای خواب موشیه شونه. خواب نمیشه که پلاستیک بر کم بی چی؟ dangerous to avoid dangerous. آره. خواب فکر کنم خودشه. آره این خون آخه نمیبره یه جاهایش. این چیزه، این خونه شونه. خیلی باحاله. این آهان رفتم یه عالم خونه واسه شون دیدم، مثلا درش بیارم، رفتم یه عالم خونه واسه شون دیدم، ولی خونه هایی که می دیدم خیلی، البته این الان هم که دارم می بینم اینم کوچیکه. کوچیکیز؟ چرا انقدر بهش؟ ببین میشه این تنها باشه، یعنی الان میان روی این بخوابن، ولی اصلش اینطوریه که اینو باز میکنی، خب اینو میذاری توش، نه این باید زیرش باشه،
بعد اینو اینکه دوتا سوراخ داره برای من خیلی بامزه بود، نسبت به اینکه من مثلا دنبال این بودم که دوتا جا داشته باشه، حداقلش اینه که دوتا در داشته باشه، به نظرم چیز بامزه ایه. این شکلی میشه، خیلی به نظرم بامزه است. یعنی میتونن دوتاشون از اینجا برن تو. و اینکه خب گربه ها خیلی اینو دوست دارن. این شکلی، این از خونه شون. این فکر کنم اون یکیه که یکم سنگینه. اینا نه، این 8 کیلو، نه غذاشون نیست، این همون یکی خونه هست. این اون یکی خونه هست که اینو کیانوش خیلی منم دوست داشتم، ولی کیانوش گفتش که اینو چرا انقدر دوست داره گربه ها برن رو ارتفاع. کیانوش الان فردی که از ارتفاع یاد گرفتن اومدن رفتن رو اوپن و جاهای دیگه، میگی عجب اشتباهی کردیم. آره این اون یکی خونه هست. این از این خونه هاست که چند طبقه چند طبقه است. خیلی باحاله. این از این خونه هاست که چند طبقه چند طبقه است. میرن گربه ها مثلا اینجوری بالاش، یعنی خیلی دنگ و فنگ داره. من آخرش که وسایلشون رو همه چیدم دوباره یه فیلم براتون میگیرم، ولی اگه بخواید همینجوری ببینید از رو عکسش میتونید متوجه شید که این شکلشه. این بسته کوچیکه رو باز نمیکنم چون که این اصلا هیچ رفتی به گربه ها احساس میکنم نداره، چون این یه سورپرایز دیگه است. برای همین الان دیگه که همه چیش اومده فهمیدم که این اصلا اونیه که فکر میکنم و ربطی به گربه ها نداره. این جریانش اصلا جدای قراره، یه بند وسط دیگه ای داره باز خوده توی ویدیو بعد. حالا اینا رو که جمع کردم و خواستیم بریم دنبالشون حتما براتون میگیرم. جایی نرید که قراره بریم گربه ها رو بگیریم. بچه ما بعد از یک ساعت رانندگی رسیدیم به محل قرار. احساس کنم اومدیم مواد جا به جا اینجا. خیلی اینجا یک ساعت از جایی که ما هستیم دوره، یعنی کلن خارج از شهر اومدیم، انگار اومدیم یه شهر دیگه اسمش اورنج ویله. اینم کیف بچه هاست تو قرارمون تو اون پارکه. اونا هنوز نرسیدن ولی یه ماشینی داره از پشتمون بهم نزدیک میشه، چون اونا هم دارن با یه مکسی میان. استرس گرفتم ولی خلاصه اینطوری دیگه. اسمش چیه؟ اینا نبوده. حالا الان بریم توی پارک، بریم تو پارک قرارمون رو بزنیم. نه اینا نیستن، ولی خیلی استرس دارم. کل دیشب رو نخوابیدم، یعنی همش خواب میخوابیدم و بیدار میشدم. بعد دیگه کلن خیلی هیجان دارم دیگه. احساس میکنم که داریم بچه دار میشیم، مثل اینا که میرم از توی چیز اسمش چیه، از تو میرم بیمارستان بچه رو میارم. فقط ما بچه رو خودمون به دنیا نیاوردیم، بچه رو یکی دیگه به دنیا آورد. حالا بریم بچه ها. الان دوتاشون اینجا خیلی خوشگلن. از هم فکر نمی کنم انقدر خوشگل شن. تو عکسشون خیلی خوشگل بودن. بعد خانواده اومدن، یه خانواده باحال بودن، دو تا بچه داشتن اصلا من نمیدونستم. بعد یکیشون رو این دخترش گرفته بود، یکیشون دخترش کوچولو بودن. انقدر بامزه بودن. بعد من گذاشتمشون این تو دیگه. الان سری ماشین بگیریم بریم خونه، چون مثل اینکه خیلی تو راه اذیت شدن. فقط یه صحنه ببینیدشون دیگه، آشنایی و اینا. دوباره براتون بعدا ویدیو میگیرم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. خدا بهتون.